با درود فراوان خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. از تکنوباز در خدمتتون هستم تا نرم افزار فوق العاده داوینچی ریزالو رو بهتون معرفی بکنم. نرم افزاری که حداقل میتونم بگم 5 سال اخیر من رو با خودش مشغول کرده و من رو کاملا از نرم افزارهای ادیت ویدیو، اصلاح رنگ و اصلاح صدا و تصحیح صدای دیگه معاف کرده. بله درست شنیدید، اصلاح صدا و تصحیح صدا، بخش بسیار پیشرفته‌ای برای تصحیح صدا در این نرم افزار وجود داره. اما اصل این نرم افزار و تاریخ این نرم افزار برمیگرده به پنل های کوانتل، پنل هایی که در دهه 1980 ظهور کردن، پنل هایی که برای اصلاح رنگ طراحی شده بودند. این پنل ها اساسا رنگ اون نگاتیور های حرفه‌ای سینمایی رو میگرفتن و با سیستم های کامپیوتری اونها رو پردازش میکردن و اصلاح رنگ میکردن. به مرور اینها پیشرفت کردن، اما پس از مدتی کمپانی که روی این قضیه کار میکرد، کمپانی کوانتل، ورشکست شد. چند دست از شرکت های مختلف این کمپانی رو خریدن اما نتونستن خیلی روش خوب کار بکنن، تا اینکه کمپانی بلک مجیک از راه رسید و در سال 2006 قراردادی بست و این پنل رو به صورت کامل خرید و سیستم و تکنولوژی کامپیوتری که این پنل داشت رو هم به طور کامل خریداری کرد و اسم اون رو به داوینچی تغییر داد. این نرم افزار تقریبا در بیش از 80% فیلم های هالیوودی مورد استفاده قرار میگیره. نرم افزاری بسیار قدرتمند در اصلاح رنگه. چندین بخش داره، بخش های مختلفی داره. یه بخشش برای ادیته که مثل نرم افزارهایی مثل پریمیر اگر کار کرده باشید، یا فاینال کات یا اوید که اینها نرم افزار قدرتمندی هستن برای ادیت، این همون هاست. و تقریبا میتونم بگم که از 5 سال گذشته سیستم هایی رو داخلش تعبیه کرده که تقریبا به طور کامل شما رو از همه این نرم افزارها معاف میکنه و دیگه نیازی به اونها ندارید. ولی قدرت اصلی این نرم افزار برمیگرده به سیستم اصلاح رنگ پیشرفته که از کوانتل به ارث برده. و این سیستم پیشرفته اصلاح رنگ چیزیه که ما تقریبا بیش از 80% آموزش هایی که در این پکیج بهتون ارائه میکنیم مربوط به اون میشه و شما میتونید از اون بهره مند بشید. بخش بسیار ساینس بیس و علمی هستش که ما با دقت تمام اون رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. ورژن های مختلف داوینچی از اون همون ابتدا قدرت خیلی زیادی نداشتن رو بخش ادیت یا بخش صدا، بیشتر رو همین بحث اصلاح رنگشون مانور کرده بودن. به مرور این ورژن ها قدرتمند شدن و خب ما میبینیم که اومد و فرلایت رو خرید، یکی از قدرتمندترین سیستم ها و پنل های سینمایی جهان رو خرید. اون هم دقیقا مثل پنل کوانتل بود و اون رو خرید، به مجموعش اضافه کرد و در واقع یک بخش قدرتمند صدا رو شما دارید. کار در واقع صدای سینما رو میتونید توش انجام بدید، ADR و دوبله رو میتونید توش انجام بدید، تمام VSD ها و در واقع اون پلاگین های قدرتمند صدا رو میتونید اینجا داشته باشید، فولی های خیلی خوب و پکیج های بسیار 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 با کیفیت صدای آماده مثل صدای قدم زدن و اینها رو میتونید داشته باشید که اینها رو خود داوینچی به صورت دیفالت یه تعدادی در اختیارتون میذاره. برای یه سری ها هم میتونید خودتون از سایت های مختلف تهیه بکنید، پکیج بسیار خوبی رو در اختیارتون قرار میده. بعد اومد نرم افزار فیوژن رو خرید، بخش فیوژن رو اضافه کرد که بخش کامپوزیشن است. اگر با افتر افکت کار کرده باشید، اگر با نیوک کار کرده باشید، میدونید که یکی از پردغدغه ترین، سخت ترین چیزی که ذهن کارگردان رو مشغول میکنه بخش ویژوال افکت ها هست که این نرم افزار قدرتمند یعنی فیوژن یکی از قوی ترین های جهانه. و کمپانی بلک ماجیک در عین حیرت در نسخه شماره 14ش میاد این نرم افزار رو میخره و بعد از اون رو در دل نرم افزار داوینچی قرار میده. البته بگم ما در این مجموعه وقتی داریم آموزش میدیم کاری با فیوژن نداریم، چون اصلا خودش یک ساینس جداگانه است، یک علم جداگانه است که اصلا بحث دیگری است. ما به بخش های از این نرم افزار میپردازیم که مربوط به ادیت ویدیوست، مربوط به ادیت صداست و عمده اون مربوط به اصلاح رنگ، یعنی همون چیزی که شما باهاش آشنایی دارید، شاید هم آشنایی نداشته باشید و در این مجموعه میخواید با اون آشنا بشید. قدرتمندترین و جذابترین جاذبه سینمایی که وجود داره در رنگ هستش و هر چقدر اصلاح رنگ شما بهتر باشه تقریبا شما قدرت اون فایلتون بالاتره برای اینکه مخاطب رو بتونه جذب کنه. یک کار هوشمندانه که کمپانی بلک ماجیک میکنه اینه که میاد و در دو نسخه
این نرم افزارش رو ارائه میکنه، نسخه پولی و نسخه رایگان. خب نسخه پولی اون نسخه ایه که خب خیلی از افکت ها داخلش باز هسته، شما میتونید استفاده بکنید از اون افکت ها. اما در نسخه رایگان امکانات اصلاح رنگ و ادیت رو به صورت کامل در اختیار دارید. خب در نسخه پولی شما HDR اسکوپ ها رو دارید که در جلوتر تو بخش رنگ در موردش صحبت میکنم، یه سری تولز هایی رو دارید که اینها میان به شما کمک میکنن که کار شما سریعتر را بیفته. اما اصلا اینطور نیستش که امکانات یه جوری حذف شده باشه که شما نتونید استفاده کنید یا اصلا کار سینمایی نتونید بکنید. شما با نسخه رایگانش به راحتی میتونید کار سینمایی انجام بدید و از همه بخش های نرم افزار استفاده کنید. فقط یک سری افکت ها حذف شده و یک سری تولز ها حذف شده که در ابعاد سینما شما به راحتی میتونید فعالیت بکنید، چه برسه دیگه حالا بحث موزیک کلیپ باشه، یعنی به راحتی در اونها هم میتونید فعالیت بکنید. نسخه پولیش حدود $300 قیمتشه، بهش اصطلاحا میگن نسخه استادیو. یه سری مزایا داره، یه سری معایبی داره نسبت به نرم افزارهای دیگه. خب اصلا نمیتونید بخش رنگ این نرم افزار رو به هیچ عنوان با نرم افزارهایی مثل پریمیر، افتر افکت، مثل فاینال کات و اینها مقایسه بکنید. قدرت و ابزارهایی که این نرم افزار داره بخش رنگ به شما میده امکان نداره بتونید با اون نرم افزارها مقایسه بکنید، یعنی در حدی نمیتونید مقایسه بکنید. این مقایسه شبیه مثلا حرکت دویدن یک مورچه و فیله، یعنی اصلا نمیتونید اینها رو مقایسه بکنید. یعنی این بخش رو کاملا بذاریم کنار و اصلا نخواهیم مقایسه بکنیم. در بخش ادیت نرم افزار داوینچی در 4 سال اخیر، یعنی از سالهایی که اومد روی بخشهایی کار کرد که مربوط به یوزر فرندلی کردن بخش ادیت بود، خیلی قوی شد و من میتونم بگم تقریبا با پریمیر و فاینال کات منطبقه. و شما اگر مهاجرت بکنید از اون نرم افزارها، مثل خود من که مهاجرت کردم و به این نرم افزار بیاید، هیچ مشکلی نخواهید داشت، بلکه ابزارهای بسیار بسیار قوی تری رو هم در اختیار خواهید گرفت که خواهید دید در طی آموزش میبینید که چه ابزارهایی در اختیار شما میذاره، به خصوص اونایی که موزیک کلیپ کار میکنن، به خصوص اونایی که با مجموعه هایی کار میکنن که کات های سری لازم دارن، مثلا مجموعه تلویزیونی، سریال های تلویزیونی یا مستند کارها، یا میخوان راف کات های آماده سری آماده بکنن. بخشی رو نرم افزار داوینچی براشون تهیه کرده به نام کات که اونجا میتونن کات های سری بزنن، یعنی امکانات خیلی خوبی رو داخلش تهیه کرده و کمپانی بلک ماجیک کم نیورده از اونها و کاملا قابل رقابته. در مورد بخش صدا هم بسیار قدرتمند، بسیار بسیار قدرتمند، یعنی بسیار خوب و قدرتمند عمل کرده و بخش فرلایت رو رفته خریده و اضافه کرده و اونها تقریبا نمیتونن دیگه توی این بخش رقابت داشته باشن، چون بخش هایی رو گذاشته مخصوص ADR و دوبله کردن، بخش هایی رو گذاشته مخصوص موزیک گذاشتم و فولی که خدمتتون گفتم که دیگه اون نرم افزاری مثلا پریمیر نمیتونه رقابت بکنه دیگه با این بخش، یعنی واقعا نرم افزارهای دیگه جلوی این نرم افزار کم میارن در حال حاضر، مگر اینکه یه فکری به حال اون مجموعهشون بکنن که بتونن ارتقا بدن و بتونن به این نرم افزار برسن. در جلوتر من خدمتتون خواهم گفت که چقدر شما میتونید با این تو چه حوزه هایی کار بکنید. در حوزه موزیک کلیپ کاملا قابل استفاده است، در حوزه فیلم کوتاه، در حوزه فیلم های بلند که میگم مثلا فیلم های هالیوودی رو میتونید در صفحه اول خود این نرم افزار ببینید که چه فیلم های هالیوودی رو باش کار کردن. خیلی از سریال ها اصلا کلا رفتن به سمت این، محیط بسیار خوبی رو به این میدیا داره و بسیار یوزر فرندلیه، شما میتونید مدیریت خیلی خوبی رو سیستماتون داشته باشید، به راحتی میتونید برای ودینگ و عروسی ازش استفاده بکنید. اگر حالا پروژه های دانشجویی دارید، مستندگونه دارید، برای اصلاح رنگشون میخواید از اون استفاده بکنید، به شما امکانات سریع و خوبی در صدا و در تصویر میده. شما حالا میکروفون هایی که استفاده میکنید، این امکاناتی که دارید رو میتونید تنظیماتی رو روش انجام بدید که صدای شما در مستندها بسیار صدای خوبی میشه، در مصاحبه ها بسیار صدای خوبی رو میتونید بگیرید. در بخش فرلایت خدمتتون توضیح خواهم داد. سخت افزار مورد نیاز این نرم افزار یه چیزی حدود به 4 گیگ به بالا باید حتما کارت گرافیک داشته باشید و پردازشگر و معماری سخت افزاری شما هم باید جوری باشه این 4 گیگ رو بکشه، خوب بتونه پردازش بکنه. ممکنه شما یک سری کارت گرافیک های قدیمی پیدا کنید که اینها 4 گیگ هستن، مثلا GTX 960
نسخه های بالای 16 داوینچی بالای 16 در اون به خوبی ساپورت نمیشه و شما اذیت میشید چون معماری درستی ندارن. پس توجه بکنید که حتما از کارت گرافیک های استفاده بکنید که معماریشون طراحی هایی هستش که بالای سال 2016 باشه و بتونید به خوبی از سیستمتون استفاده کنید. خب من فقط در مورد کارت گرافیک دارم صحبت میکنم، باید اینکه کانفیگ های دیگر رو شما میتونید تطبیق بدید با اینکه سی پی یو منطبق بر اون کارت گرافیکی که 4 گیگ باشه و حتما باید رمتون بالای 16 باشه. رم زیر 16 واقعا معقول نیستش، رمتون حتما باید بالای 16 باشه. اونایی که با رم 8 با داوینچی میخوان کار بکنن، نه اینکه بالا نیاد ولی خیلی اذیت میکنه و رم 16 هم حتی در برخی از پروژه ها کم میاره و من توصیه میکنم که حتما از رم 32 استفاده بکنید. در تجربه خود من رم 16 خیلی تجربه خوبی نبوده. به DDR3 بودن و DDR4 بودن هم توجه بکنید. رم DDR4 بسیار قدرتمند میتونه عمل بکنه و مادربورد هایی که رم DDR4 رو ساپورت میکنه خیلی خوب منطبق میشن با این نرم افزار. به سخت افزارتون خیلی دقت بکنید. شاید شما بگید که خب من میرم سراغ پریمیر هم یک نرم افزاریه که خب شاید نخواد اینها رو، من با یک کارت گرافیک 2 گیگ دارم رو اون کار میکنم. شما همون امکاناتی که رو پریمیر هم دارید کار میکنید، اون هم یک کارت گرافیک بالای 4 گیگ میخواد، اما شما دارید در واقع به سختی از اون کار میکشید و کار سخت از اون میکشید و همون اگر شما پریمیر رو میتونید اجرا بکنید، امکانات پریمیر رو دارید و میتونید بهره ببرید، یا سیستمتون اگر مک هستش با فاینال کات کار میکنید، امکاناتی رو دارید که با فاینال کات بروز دارید خوب کار میکنید، مطمئن باشید که به همون خوبی که دارید از این نرم افزارها کار میکشید برای شما داوینچی هم کار میکنه. اگر رو اونها یه مقدار لگ دارید، یه مقدار دیلی دارید، همون مقدار رو داوینچی چیام دارید و میتونید استفاده کنید. اگر مشکلی با این لگ‌ها و دیلی‌ها ندارید، ممکنه با این اذیت‌ها مشکلی نداشته باشید، میتونید با همون سخت افزارتون هم روی این کار بکنید. این سخت افزار خیلی مورد توجه داوینچی. سایت های مختلفی هستن که حالا کانفیگ های مختلف رو تست میکنن، به شما معرفی میکنن. اونقدر نباید حالا سخت بگیرید، خیلی ساده است. فقط من خیلی ساده بهتون گفتم که بالای 4 گیگ باشه. هر چقدر بیشتر باشه خب راحت تر میتونید کار بکنید. شما ممکنه با فایل های را کار بکنید. فایل های را خب حتما کارت گرافیک های بالای 8 گیگ رو از شما میخواد که بتونه خوب کار بکنه. ما قدیم ممکن بود که از دو تا مدل ریگ استفاده بکنیم که چند تا کارت گرافیک رو به هم دیگه وصل بکنیم که بتونیم به یک حد مطلوبی از پردازش گرافیکی برسیم. امروز خب هستش، این گرافیک ها هستش که بتونیم اینها رو نگاه بکنیم. در گذشته مثلا اگر 20 سال پیش رو نگاه بکنید، در پروژه های مثلا ارباب حلقه ها کارت گرافیک رو ممکن بود با یه چیزی تعبیه بکنن، اندازه مثلا یک استیشن، اندازه یک اتوبوس بتونن تعبیه بکنن، ولی امروز اون کارت گرافیک در اختیار ما هستش، ما میتونیم به راحتی ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم. خب یه توضیحی هم در مورد پنل های داوینچی بهتون بدم، بعد در مورد بخشاش بهتون بگم. پنل های داوینچی اینها هستن، اینا چیزایی هستن که ببینید امکاناتی به نرم افزار شما اضافه نمی کنن. یعنی اصلا بحثی نیستش که اینا رو شما بخرید مثلا یه آپشنی به نرم افزار اضافه میشه، هرگز. اینها دکمه هایی هستن که بخش هایی که از نرم افزار شما استفاده میکنید، با موس استفاده میکنید رو اومدن مثلا دکمه در آوردن که کار شما و ورک فلوی شما سریع تر بشه. اصلا امکاناتی اضافه نمی کنن، چون بعضی میرن اینا رو میخرن فکر میکنن امکانات اضافه میکنن، یا مثلا اینو میذارن جلوشون خودشون رو حرفه ای تر نشون بدن. ابدا اینطوری نیستش، شما همین موس هم میتونید کارها رو بکنید، اما با موس ممکنه یک پروژه 6 ماه زمان ببره. با مثلا ادوانس پنل داوینچی شما ممکنه که ظرف یک هفته اون پروژه رو ببندید، چون سرعت کار بالاست. دکمه ها زیر دستتون، راشا زیر دستتونه، تمام فایل های لات زیر دستتونه، میتونید راحت این کارها رو بکنید. اگر توانش رو دارید حتما پنل ها رو تهیه بکنید. این پنل ها خیلی بهتون کمک میکنه. اگر کار زیاد دستتون میاد حتما این پنل ها رو تهیه بکنید. دو تا پنل دیگه ارائه کرده ادیتور پنل ها که دکمه ها رو در واقع اون شورت کیا و اینها رو هم قرار داده و یک این ترک بال رو هم قرار داده که خیلی کمک کننده است اگر تهیه بکنید. اما ابدا توصیه نمی کنم که مثلا فکر کنید که با خرید اینها امکاناتی اضافه میشه. شما با همون امکانات و با همون نسخه فری به راحتی میتونید کار سینمایی بکنید. نگید حالا مثلا تکنوباز داره میگه اینجوری بگه ما دلمون خوش بشه، ابدا تکنوباز نمیخواد شما رو گول بزنه. همون امکانات نسخه فری کاری رو که توی هالیوود میکنن رو شما باش میتونید بکنید، فقط سرعتتون کمتر میشه. همین، نه سرعت پردازشتون، سرعت انجام کارا، چون با موس دارید کار میکنید، همینو بس. یه دونه از اینا هم بخرید، نسخه داوینچی هم روش به شما
خواهند داد. و فنل های فرلایت هستش که به صدای سینما استفاده میشه. صدای سینما بحث بسیار پیچیده‌ایه، ما خیلی نمیتونیم واردش بشیم چون اصلا بحثیه که واسه خودش داستان های خاص خودش رو داره، امکانات خاص خودش رو داره. اینجا تو سایت قیمت ها رو هم زده، میتونید کاملا از قیمت ها سر در بیارید. بخش های مختلف نصبش هم بسیار ساده است، شما میتونید همین رو همینجا دانلود بکنید، اسمتون رو مشخصاتتون رو میدید و رجیستر رو میزنید، به شما فایل رو میده برای اینکه نصب بکنید. پس از نصب که عین تمام نرم افزارهای دیگه نصب میشه، شما با چنین محیطی مواجه میشید. یک نیو پروژکت رو میتونید انتخاب بکنید و وارد فضای فوق‌العاده نرم افزار داوینچی ریزالو میشید که در جلوتر براتون توضیح خواهم داد و با دنیای فوق‌العاده اصلاح رنگ و علم رنگ و دانش رنگ آشنا خواهید شد. و توضیحی که باید خدمتتون بدم، بگم که این سه بخش اول تقریبا با هم دیگه یکی هستن، همون چیزهایی هستن که نرم افزار پریمیر شما دارید. این بخش فیوژن که خدمتتون توضیح دادم، همون چیزی که گفتم مشابه نرم افزار افتر افکت هستش، برای کامپوزیشن هستش، ولی خب بسیار قدرتمندتر، محیط بسیار قوی تری داره که بحث ما نیست. بخش کاریر که نزدیک به بیش از 80% توضیحات و آموزش‌های این مجموعه رو در بر می‌گیره. بخش فرلایف که مربوط به صدا هست و بخش دلیور که بخش مجزاییست برای اینکه ما فایل هامون رو بتونیم خروجی بگیریم، که تک تک اینها رو با جزئیات خدمتتون توضیح خواهم داد. در خدمتتون هستم، بریم تا قسمت بعدی.